مهربان خدای په نامه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم په لر او بر کې ټولو لیدونکو ته، ټولو هیوادوالو ته، هر چیرې چې یاست الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. بیا هم خوشحاله یم چې زه فرشته زمي ستاسو په درنه چوپړ کې یم او نن بیا راغلی یم چې تاسو ته ښکلی راپور او ښکلې خپرونه در وړاندې کوم. او څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، زه یو پل په سر یمه. ماشاءالله ښکلی سیند دی، ښکلې اوبه پکې دي، اوبه هم ډېرې شوې دي. راغلم چې تاسو ته په تصویر کړم چې د کابل جان سیند اوبه څومره ډېرې شوې دي او دا پل څه نومېږي. خب دوستای عزیز، آمدیم به ساحه قلعه زمان خان و سرک چل متره او پله که شما میبینین پل پادشاست و این پله که شما میبینین در این پله که من قرار دارم سری پل، این پل هم پادشاه نام داره. خب در زمانه های بسیار قدیم، کابل قدیم قرار دارم و تقریبا 60-50 سال پیش البته باشنده ساحه بوده و نماینده امی قریه بوده که پادشاه نام داشته. به خاطر عبور و مرور هموطنان عزیز که از این ساحه به او ساحه عبور میکردن، به راحتی اونا و باشنده این ساحه که عبور و مرور میکردن، به خاطر راحتی و عبور و مرور خواستن یک پل بسیار محکم، یک پل بسیار زیبا اعمار بسازن و جور کردن به خاطر باشنده های ساحه. خانه شما با تشکر، سلامت باشن، زنده باشن و این پل قدامتش بیشتر از 50 سال است و نام پل پادشاه یاد میشه تا امروزه. آمدیم که به تصویر بکشانم و آمدیم که از باشنده های ساحه احوال بگیرم و آمدیم که از طفله های دوست داشتنی و طفله هایی که در این ساحه مصروفیت دارن، فعالیت دارن و باشنده های ساحه هستن، از اونا همچنان مصاحبه داشته باشم، گفتنی هایشان داشته باشم و گفتنی های باشنده های ساحه را همچنان داشته باشم. شما چند تصویر از این ساحه زیبا، از این نماد زیبا را بیننده باشین، مرا همراهی بکنید. بیننده های عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینین یک فضای بسیار عالی بهاری است و ما در سرک 40 متری قلعه زمان خان قرار دارم. برادر عزیز، ما فکر کنم نانوایی میرن، خمیر میبرن تا اینکه نان پخته کنن. صحبت های شما میداشته باشم. سلام برادر عزیز. سلام علیکم، خوب هستین؟ ایدمت باشین، زنده باشین، این گذشته از خودتان مبارک باشه. طرف کمره ببینین، آفرین، سلامت باشی. نامتان چیست؟ یوسف جان. یوسف جان، چطور هستی یوسف جان؟ خوب هستی؟ سلامت باشین. نانوایی کجاست؟ خانه تان کجاست؟ خانه ما دمی این اینجا است، قلعه زمان خان است. باز نانوایی یکم پیشتر است. یکم دورتر است؟ یکم. خب نزدیک خانه تان نانوایی نیست؟ نه والا. دورتر میرین؟ آه دورتر. باز دانه چند پخته میکنه؟ دانه 5 روپا. دانه 5 روپا؟ خب بسیار خوب. خانه از خود است؟ خانه از خودم باز همش بخیر. خب یوسف جان مکتب میره؟ آه میرم. صف چند هستی؟ صف 6. ماشاءالله. در کدام مکتب هستی؟ در عبدالهادی داوی. خب یوسف جان، باز چطور است داش یا نانوایی که میرین خمیر میبرین بدلت پخته میکنن؟ آه بدل ما پخته میکنه، خیلی میبینه. کدام وقت نه سوختانده؟ نه نه سوختانده. به نوبت هم پخته میکنن؟ به نوبتی یکم ذره میکنن. به نوبتی میکنن؟ آه یکم زره. از خودتان به نوبت کدام وقت پخته کردن؟ یک دفعه پخته کرده، دیگه نکرده. کدام وقت شده که مهمان داشته باشین در خانه و اونا به نوبت پخته نکرده باشن، مهمانایتان گشنه مانده باشه؟ اونو بود تا شده یک دفعه. اما تا شده بود؟ آه. شواکی بود، اگه پشتش آمدیم گفتیم پخته کردی، گفت نه نکردیم. ماه مبارک رمضان بود. رمضان هم بود؟ آه ماه مبارک رمضان. باز شکم هم گرست نباشه، ماه مبارک رمضان هم باشه، نان هم نباشه، دیگه بیخی ظلم است. آه. سلامت باشی یوسف جان. در اصل از کجا هستین؟ از کدام ولایت زیبای افغانستان؟ از غزنی هستم. از غزنی هستم. از غزنی هستین؟ آه. باز یگان چکر غزنی هم میری یا نه؟ آه میریم. غزنی خوب جاست یا کابل جان؟ هر دویشان دیگه. یکش انتخاب کن. ولایت خوب. کابل خوب جاست. کابل خوب جاست؟ از کدام لحاظ کابل خوب جاست؟ نظر به غزنی، کابل جان خوب جاست. انتخاب کردین و از کدام لحاظ؟ از اینجا که هست پارک هر چیز داره اونجا. یعنی مرکز از بیروبار از همه چیز مجهز. آه. سلامت باشی یوسف جان. درس میخوانی؟ آه درس میخوانی. در درس های مکتب کی کمکت میکنم؟ خارایم خیر ببینه. خیر ببینن، تشکر. خود همچنان خیر ببینی، برو که سلامت باشین، پیام تداشته باشم، بخیر برین انشالله که به نوبتی پخته بدلتان پخته
بکنن و بینوبتی همچنان نکنندن و سلامت باشن و خود همچنان زنده باشی، خوش باشی، زندگی خوش آرام داشته باشی. پیام آخری چی است؟ پیام ما با بچه هاست درس بخونن، تعلیم کنن، کوشش کنن، هیچ وقت وقت خدا بیوده سفری نکنن. آفرین، نام خدا، چقدر پیام مقبول و زیبا داشتیم از خدا، چقدر پیام عالی. سلامت باشی. جور خیر بری که برخطا مستی. بخیر جور باش. سلامت باشی. بیننده های عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینین به سرک 40 متری قلعه زمان خان قرار داره. ماشاءالله یک فضای بسیار عالی است، کنار دریا سرپل قرار داره. همینجا هموطن عزیز ما هستن، صحبت هایشان می داشت باشم. برادر عزیز ما که بایک پشتکی در پشتشان هستی که از مکتب آمدن یا رفتن، از زمان خودشان میشنویم. سلام و نور رخی. شکر الحمدلله. دیر خواه. چنگه ای؟ خیام شکر. نوم بسده؟ اسماعیل. اسماعیل جان اخکل نوم حملری. اسماعیل جان مکتب ته ذکر راغلی؟ نه راغلم. راغلی؟ او کوم مکتب کې؟ نازوانه. نازوانه خصوصي مکتب ده؟ نه دولتي ده. دولتي ده؟ ښه ډیر ښه. سوم صنف کې؟ شپږم. شپږم صنف کې. ماشاءالله ماشاءالله. ښه ډیر ښه. به په درس کې څوک د سره مرسته کوي کور نه کې؟ خور مې. خور دې مرسته کوي؟ ډیر ښه. خور دې درس ویله؟ او ښه ډیر ښه. سوم صنف پورې خور دې درس ویله؟ لسم. ماشاءالله ماشاءالله. پلار جان څه کار کوي؟ کراچیوان. کراچیوان دی. ورونه لري؟ او دوه دانې. دوه دانې؟ دوه ورونه استي؟ څو خويندې؟ درې. ها ماشاءالله ماشاءالله. کور مو چیرې ده؟ قلعه زمان خان. قلعه زمان خان دلته راځي؟ او مکتب مولر نه ده کور نه؟ نه. پیاده راځي؟ او نستړی کیږي؟ نه. هم څه پیاده پیاده راځي؟ او ښه. څو بجې ځي؟ څو بجې راځي؟ نه نیمې زم یو نیمه بیرته راځم. نه نیم ځي یو نیمه بیرته راځي؟ او ها ها ډیر ښه. د سیمې نه صوفي صدر راځي. ماشاءالله ډیر ښکلی فضا لري، ښکلی سیمه ده. څنګه د امنیت ښه ده؟ امنیت څنګه ده؟ تاسو راځي استي؟ او شکر الحمدلله. فصل کې کوم ځای است؟ لغمان. د لغمان یاست؟ او لغمان کې کوم ځای است؟ علي شنګ. ها لغمان خزه ده کابل جان؟ لغمان. لغمان خزه؟ او څنګه د لغمان وټاکه اصلي زیاده ده؟ او ډیر کله کله لغمان ته ځي؟ او په کال کې یو ځل ځي، دوه ځل، درې ځل؟ یو. به چا سره ځي؟ مور دي سره مې. کورنۍ سره ځي؟ او هلته ځمکه لري؟ نه. به چا کره ځي؟ خاله کره مې. خاله کره ځي؟ هلته چې لري به څو ورځې اوسې لغمان کې؟ به یو یو میاشت، دوه میاشتې همالته وي. یوه میاشت، دوه میاشت؟ ښه ښه. په ژمي کې ځي؟ او ښه ښه. ډېر ښه ډېر ښه. سلامت اوسې. ډېره مننه. کور ودان. نو څه پیغام لري، څه وینا لري لیدونکو ته، خپل همزورو ته، هیوادوالو ته؟ چې درس وایي، تعلیم وکړي او خپل مقام ته ورسي. انشاءالله انشاءالله. سلامت اوسې. ډېره مننه. او خپله غواړي چې څه کار شي؟ ډاکټر شوم. انشاءالله چې یو موفق ډاکټر شي. ډېره مننه. کور بدن په خیر لاړ شي. خیر. سلامت اوسې. ډېره مننه. خب دوستای عزیز، برادر عزیز ما بودن، صحبتایشان داشتیم. متعلم مکتب بودن، متعلم صنف 6 و پدرجانشان هم کراچیمان بودن. یک غریب کار. خداوند بالای تمام غریبا رحم بکنه، بالای تمام هموطن عزیز ما که به فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنن، همیشه شاد و موفق باشین. خب دوستان، از اینجا یک برادر دیگه ما هستن، صحبت اینا رو همچنان می داشته باشم. سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. و علیکم. څنګه یې؟ خیم. شکر چې خی پختو دې زنه. او ډیر ښه. کوم ځای؟ پکتیا. پکتیا؟ ماشاءالله پکتیا والی. او ډیر ښه ډیر ښه. پلار جان چیرې ده؟ کار کوي. څه کار کوي؟ کراچیوان. کراچیوان دی؟ او ښه. خپل مکتب ته راغلی که تللی؟ راغلم. راغلی؟ او سوم صنف کې کوم مکتب؟ دویم قلعه زمان خان کې. قلعه زمان خان مکتب کې؟ او کور مو خپل دی؟ او ښه ښه. ډېر ترهی دی؟ او ښه. سورونه لري؟ سالور. سالور؟ او ماشاءالله. هغه نورونه دی تاسو نه مشر دی که کشر؟ مشر. مشر ده؟ او خاصه کار کوي؟ نه هوټل کې کار کوي. هوټل کې کار کوي؟ او ها ها. ډیر ښه ډیر ښه. سلامت اوسې. اوس نو راغلی مکتب نه؟ او ها. درس کې لایقې؟ او درس خو وې؟ او مکتب ګورځي خو نه کوي؟ نه. اس کله د مکتب ګورځي نه کړې؟ نه. ها ها ماشاءالله. د مکتب ګورځي نه کړې؟ درس وې چې ان شاء الله یو
پاینده کې یو څه درنه جوړ شي، څه غواړي څه کاره شي؟ ډاکټر. ماشاءالله ډاکټر شي. انشاءالله چې یو ډاکټر ډاکټر هم شي. ډېره مننه. کور ودان څه وایي؟ نه څه پیغام کوم خاصه پیغام نه لري؟ نام نه لري؟ هم زولو ته، هیوادوالو ته، خپل صنفیانو ته څه پیغام لري؟ همدا اوس دیني ټوله نړۍ دیني خوشحاله دي اوسې. انشاءالله چې یو تکړه ډاکټر هم شي، په خیر لاړ شي. ډېره مننه، سلامت اوسې. ډېره مننه خورې. زه نور محمد د شپاړسمې نهیې اوسېدونکی، د ما عمر 30 کاله شو. د ما پیدایښت دې ساکې شوی ده خورې، 30 کاله د ما عمر ده او د ما پیدایښت دې ساکې شوی ده. دلته مې کور ده، همدلته مې ژوند ده. دا پولي پاچا څه یادېږي؟ یعنی د پولي پاچا دا خو تر ډېر پخوانه دغه پول چې کوم یوه اخواته وړکی پول ده او دې خواته، دا خو دا نوی جوړ شو. یعنی هغه د مجید آغا په نامه و، عبدالمجید آغا، دا پاچا صاحب چې کوم یوه. دلته کوم زناور خوا تیرېده او پول نه و، په دې اوبو کې ولیدلی و. بعد هغې دغه پاچا صاحب خپل موریدانو ته امر وکړ چې راځئ دلته یو پل جوړ کړو. بیا دغه د تیګو نه جکه او د لرګیو د تختو نه جوړ کړی و. دې پولي پاچا بیا هماغه وخت شو چې دا پولي پاچا په نامه یادېده. انسانان هم بیا پېتلی، بیا لږ پراخه کاته یو موټر هم پېتلی شو دا واړه. زه خپله که پاچا صاحب پوښتنه کوي، موږ خپله د لغمان اوسي، د کور د اصلا د لغمان یو. زه خپله دا د نورستان و، درې نور، درې نور و. هغه هماغه پاچا خانه وه، هغه خپله پاچا خانه وه چې دوی کې خپله د موریدان درلودل او دی به ناست و دم و دوی خلکو ته ورکوله. بیا د انقلاب په وخت کې دا دې ځای نه ونیوه او مغه و چې مغه رئیس ته زیاتی نه مړی معلوم ده نه ژوندی. بیا یو بل ورور شته ده چې عبدالحمید آغا نومېده، هغه هم پاک رسېدلی ده. پیرلن یې د عبدالحمید آغا مسیانو زامن شته ده په همدغه جومات چې تاسې یادوئ، یعنی پاچا خانه وه ده. پیرلن خو دلته مې دا زامن دي، دوکانداري کوي دی لارې په سر باندې. مخکې مې آزاده پیشه وه، امنیت د الله نه ډیر شکر ده. نړۍ پخوا خو چې و لږ بې امنیتي ټولو ته، هغه ټوله په افغانستان کې وه، او امارات اسلامي چې راغلی دغې نه ډیر موږ باید مننه وکوو چې ډیر ښه امنیت یې راوستی ده. نه غل شته ده او نه رازان شته ده او نه اختطافچي شته ده، هیڅوک نشته. د خپل هر یو په خپل کار باندې روان وي، خپله غریبي کوي. د الله نه ډیر شکر داره یم. د ما په کې دوه زامن مصروفه دي، همغې کې یو مړی روزي الله پاک ورسوي. آخري پیغام یې دا ده چې لکه څره کم چې کراری ده، امنیت راغلی، بیا ټول په همدغه کراری او امنیت کې څه چې خارج کې دي، بیا ټول راشي خپل وطن ته، راشي خپل وطن آباد کې، نور هم دین یې آباد کې. پلوک می نوم ده او بس ده رشکو منشی ما داردی منشی ما ده بنایی کی بنایی سی ما اصلا ده غلطم کور ده زن خوبه لالو آگاری وسم کور آگاری ده خوب بس هم ده کلی کشل کالا کیگی چه عمرم ده عمر می ده 15 ده یا شل کالا کیگی ده من دکه کم جوان کهو والا خدا خوب بس بد نده خوب یا دوغ نده چه ده خار خواته اینو پریدی بس چه یا سره کارو غریبی که بایدار خواته پریدی نو مال ډوډۍ پیدا کی منګه بس ارزان کې ماتو بل پاشا او دا کله زمان خان هم کړین کنه دغه ځای په پالت لرو خلانی موټور نه شي کولای چې کوچو کې لګې درشکو ګرځي مشکلات ته رسیدګي وکړي لګې درشکي چې کوي یو دا اقتصادي رشکې مې دي بس موټر دې په شل وړي دا پلس یې پوری وړي دا پاشا سه پول چې دا په خو د ډیر وخت نه دا خو دغه کلی ته چې ډیر پالت کړي دغه وړه کې پول کړي اوس بس نو دغه غټ پوله مو شو هغه د غټو موټرو او دغه د منطقې د مشکلاتو د رسیدګي خطرې د پل جوړ کړ. پاچا صاحب ډېر خیر ورکي، دغه د کورم ده، مسیانیم دي، وسه خلګم دي،
او خپل هم شته د مسیان هم شته دي بس زامن هم شته دي. هو یاره که پاچاهی نه و ددې پل جوړول سره بس پاچاهی هو نو بس ته وګوره کنه یو عادي سړی دونه یو کار کوي خو حتما پاچا ورته باید وي. نه دا د پخوان د مغول نه پاچا صاحب نو پاچا صاحب پاچایان دي. بس دغه پیغام لو چې خدای دې ملک کې آرامي راولي سوکالی دې راولي خدای دې آرامه ژوند دې مسلمانانو ته بس په نصیب کړي. بس تاسو برنامې نه هم یو جان مننه چې راغلی دي مسکینو بیچاره او غږ هم دلته واورېده. مشکلات ډېرې دي خورې څه درته وایي خو خدای دې نه ده اپه وکړي خدای دې رحم وکړي په دې ملک په دې خلکو. بس آمین. والو دا وزمانه نه نای راپور او نه نای خبرونه د پلو پادشاه سر او د پلو پادشاه سیمه د چلمتری سرک د قلای زمان خان ان شاء الله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی او ستر بر خبرونه چې بیا هم زه فرشته زمي تاسو په درنه چوپړ کې حاضر کیږم. تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم بیا به هم یادونه وکړم د خبرونه لاخه کېدو د لپاره تاسو کولای شئ چې داریانا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ کومنت پریک دی او تاسو مثبت نظر ته اړتیا لرم. تاسو کولی شئ خپل مثبت نظر موږ سره شریک کړئ او تاسو حمایت په تمه یم. الله مو مرشد تل خوشاله او سوکاله اوسئ.